آونگان روستایی در کوهستانهای سرد کردستان شهرستان قربه یکی از کهن‌ترین شهرهای تاریخی ایران نام اون ما رو یاد کارخونه فولاد زاگروس میاندازه که 400 کارگر اون پس از تعطیلی بیکار شدن حالا یکی از همون کارگرها در گفتگو با خبرنگار ایلینا پرسیده آیا ما به قدر تحصیل فرزندانمون حق نداریم چند روز پیش از دانش آموزان این روستا خواسته شد مبلغ 150 هزار تومن برای کمک به مدرسه بیارن. بهتر جزئیات بیشتر شرایط سخت تحصیل و مشکلات این منطقه محروم رو از زبان فیروزه بشنویم که کاملا در جای. همینطور که گفتی در این خبر دو تا موزل اساسی بود برای این منطقه محروم یکی بیکاری و یکی هم نبود امکانات در فضاهای آموزشی بپردازیم به ابعاد این دو تا موزل خیلی خلاصه بیکاری همینطور که گفتی فولاد زاگروس پنج سال پیش با 400 کارگر که سهامداراش بودن از صندوق بازنشستگی فولاد صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی اعلام کردن که نمیتوانند دیگر فعالیت داشته باشند اعلام ورشکستگی کردند این 400 کارگر بیکار شدند دو سال پیش مجدد ایمیدرو و صاحبان صنایع و اینها دور هم جمع شدند که چرا باید این خاک است که معدن داره و دارای پتانسیل های متفاوتی هستش تبدیل نشه به زنجیره فولادی نه تنها در قروه بلکه در بیجار و در تمام این مناطق زنجیره فولادی درست شد دوباره امیدها برای این مردمان شکل گرفت سال همین تابستان 97 تازه بعد از اون دو سال که این مصوبه اجرایی شد آمدند کلنگ زدند و گفتند که چرا برای 400 نفر فقط برای 5700 نفر ما ایجاد شغل میکنیم شغل های غیر مستقیم و مستقیم و آمدن اینها رو امیدوار کردند تا به این لحظه که من و شما اینجا نشستیم کارخونه ها افتتاح شده نه فولاد زاگرس مجدد احیا شده و هیچ اتفاقی نه اون 400 نفر پس این 400 نفر چیه مشاغلشون رو میارن به شهرهای مجاور کولبری میکنند کارهای فصلی انجام میدن تا بتونه که چرخ زندگیشون به چرخه بعد بعدی نبود امکانات تو فضای آموزشی چرا چون که با مدیران آموزش و پرورش هم که دیدی اینا صحبت کرد و گفتن که سه سال سرانه آموزشی دانش آموزی به اینجا پرداخت نشده ما از کجا بودجه داشته باشیم برای اینکه بتونیم هزینه های جاری مثل ورقه مثل تعمیرات مدارس رو داشته باشیم م... گرمایش گرمایش بعد چیکار بکنیم باید بگیم که خب خانواده ها این رو بدن این نقض همون اصل سی قانون اساسی که البته خیلی وقته که در تمام کشور اجرا نمیشه تنها تفاوت بین مدارس دولتی و خصوصی این روزها در اون وجهیه که والدین دقیقا چون ما ندیدیم که رایگان باشه این اتفاق خب فشار بر همین خانواده ها که درآمدشون فصلی هستش زیر یک میلیون تومن هست بیشتر خواهد شد به اضافه بر اینکه اون استرس و اون به هر حال بار روانی که بر روی دانش آموز داره که بعد بیاد بگه نه از طرف دیگه مدیر هم میگه من باید چه کار بکنم چطور, حسن چطور حسن میتونم مادر. این رو هندل بکنم در نشه مجبور هستن که این چرخه اینطوری هی فشار و هی استرس ممنون از